فضل من الله گلبدین حکمتیار را بیاب و رسوای عالم ساخت. به نام خدا و با درود سلام به کانال ادلا رسانی ما خوش آمدین. مشروع خبرها. بشیر احمد قاسانی در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: فضل من الله ممتاز یکی از اعضای حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار که در حمایت از رهبران حزب شهرت رسانه‌ای دارد، در آخرین مطلب خود آقای حکمتیار را شخص نادان و تشنه به قدرت و یک مریض سیاسی معرفی کرده است و وی را به دروغ گویی نیز متهم می کند. آقای ممتاز در مطلبی که در آن از کنارگیری خود از حزب اسلامی شاخه حکمتیار اشاره نموده است چنین نگاشته است: قبل از قبل از همه معذرت می خواهم که عنوان این مضمون برایشان نامألوف است و در عین وقت برای برخی ها ثقیل تمام می شود، ولیکن واقعیت های تلخ تاریخ معاصر افغانستان با این رهبر رقم خورده است و آقای حکمتیار است. همه می دانند که بنده از هواداران آن بودم، بنابراین این سوالاتی در اذهان خوانندگان خلق می شود که چرا به این نتیجه رسیدم. در جواب باید گفت ضرور نیست که انسان مرهون افکار منجمد باشد، بلکه واجب آن است هر وقتی که حقیقت آشکار شده بلا توقف از آن پیروی نماید. من نمی خواهم روی موضوعات شخصی خود بحث نمایم. حیات سیاسی آقای حکمتیار مملو از تناقضاتی است که از نگاه مطالعه افکار تصامیم ایشان قابل پشتیبانی نیست. موصوف روز جمعه قبلا فراز منبر مسجد دفتر خود اعلام داشته که بنابر مشکلات امنیتی و دیگر دلایل خود بهای بعدی را متوقف می سازد. طبق معلومات موثق ایشان از ادای نماز جمعه و خود بهای سیاسی جبرن منع گردیده است، و اما امروز حزب عادت همیشگی خود عقده های خود را کتمان نتوانست و در ضمن حلقات درسی خود پیام های متعدد و متناقض سیاسی داشت که قابل بحث و ارزیابی است. آقای حکمتیار اظهار نمود که همه اقدامات، اعمال، افعال، مبارزات، جنگ و جهاد را که در 54 سال گذشته انجام داده است مطابق احکام دین مبین اسلام بوده است. سوال هایی که مطرح می شود آن این که آیا اعلان جنگ با حکومت استاد ربانی جواز شرعی داشت؟ بنابر کدام آیات و احادیث احکام اسلامی؟ آیا ائتلافشان با دوستان و تنه مطابقت شرع و دین بود؟ آیا ارسال هزارها افغان مسکین و مظلوم در جنگ های آذربایجان جواز شرعی داشت؟ آیا جنگ هایشان با طالبان جواز شرعی داشت؟ آیا فراخوان مردم به جنگ پنجشیر که اخیراً اعلام نمود جواز شرعی دارد؟ آیا عین ورودشان در ننگرهار که جنگ را علیه طالب اعلام نمود در تناقض به حرف هایشان قرار ندارد؟ آیا قسم غلیظ را یاد نکرد که اگر یک آمریکایی در کشور وجود داشته باشد داخل کابل نمی شود و در اخیر خلاف قسم خود وارد کابل نشد؟ این همه تناقضات را که چطور می توان توجیه نمود؟ همه می دانند که آقای حکمتیار یکی از عاملین عمده بحران کنونی است و اعضای حزب اسلامی بزرگ یکی از قربانیان های سیاست ناکام این رهبر مادام العمر، ناکام العمر و نادر العمر است که اکثریت قاطعشان به مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی بسر میبرند. 54 سال می شود که ایشان سرگردان تشنه قدرت در بیابان و کوهسار سرگردان است و شکست پی در پی آن با آن هم همراه است. وای به حال یک تعداد از مغلق هنوز هم غلام فکری این رهبر خلاقت یار قرار دارند. گرفته شده از صفحه رسمی فیسبوک بشیر احمد قاسانی. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود.